آرش، نمیخوام امیدواری بی خودی بهت بدم. دکترت هم گفت باید بری فیزیوتراپی و آب درمانی به احتمال زیاد. احتمال؟ کدوم احتمال بابا؟ کدوم یکی از احتمالای من تو زندگیم حد میشده که این یکی بشه؟ من احتمال میدادم مامان با اینکه میدونست علاقه من به عکاسی چقدر زیاد راضی بشه. احتمال میدادم بعد از بردن جایزه کوتاه بیاد. اصلا احتمالش بودش که من از یه پدر مادر دیگه به دنیا بیام. بلم کن بابا، بیخیال. احتمالش بود که تو خانواده به دنیا میمادی که برای خرج خانواده باید درس و ول میکردی و میچسبیدی به کار. احتمالش بود تو هم مثل بعضی از جوانا دچار بیماری لاعلاج میشدی. احتمالش بود از همین تصادف چون سالم به در نمیبردی. پسرم، فقط احتمالای خودتو نبین. شما نگران من نباش، خودم یه جوری با پام کنار میام. خیال میکردم با کنار گذاشتن عکاسی کنار اومدی. کنار نیومدم دیگه، باید چی کار میکردم بابا؟ دوربینای ترافیک تصویر تو ضبط کردن. تو وقتی ماشین جلویی دیدی یه نیش ترمزم نکردی، حتی سرعت تو کم نکردی. پسرم، زندگی همینه. خیلی چیزا به آدم میده، خیلی چیزا هم از آدم میگیره، ولی وقتی خواست چیزی از آدم بگیره نمیتونی نابودش کنی. اون کسی که زندگی رو بهت داده به وقتش هم میگیره. باید برای زندگی بجنگی آرش. بابا من نه جنگ میخوام نه میخوام. حتی به زبونت هم نیار. زندگی جنگ نیست، زندگی امانتیه که باید براش بچنگی. تهش چی؟ چه فایده ای داره بابا؟ تهش باید امانتو پس بدی، ولی باید بتونی بگی من یه نقطه از این دنیا رو تبدیل به جای بهتری کردم. میدونی آرش، الان که دنبال مسئول بخش میگشتم رسیدم پشت اتاق نوزادان. از اونجا نگاهشون کردم، به چی فکر کردم؟ اینکه با تولد هر نوزادی، یعنی اینکه خدا امیدشو به آدمیزاد از دست نداده. پس امیدشو ناامید نکن، هم ایمان خودتو هم امید اونو. حسن، دلم نمیخواست یه روزی برسه که راز بین تو و پدرت این باشه. یعنی دلتون نمیخواست کسی بفهمه؟ نه. حتی حسین و مامان؟ نه، دلم نمیخواد. یعنی حداقل فعلا یکی دو روز آینده باید برم مأموریت. دلم نمیخواد که وارد بحث یا گرفتاری دیگه ای بشم. پس اگه نمیخواین به منم نگین. وضعیت تو فرق میکنه، تو یه روایتو شنیدی، حالا باید روایت منو بشنوی. ماهای اول جنگ منطقه روستاییمو زیر بمبارون بود. منم جبهه بودم. قرار بود یونس بیاد خانواده رو ببره پیش داییم، اما پیداش نشد. خونمون با خاک یکسان شد، همه شهید شدن، اما یونس هنوز برام زنده بود. اونو داشتم. متهم به قتل کسی شده بود که پیشش کار میکرد، ولی بازم برام زنده بود. تا اینکه فهمیدم به عراقیا گرا میده، راهنماییشون میکنه برای بمبارون، برای نفوذ. بابا برادر شما؟ قبل از فرارش اومد سراغم، ولی دیگه برام مرده بود. حتی قبل از اینکه جنازش پیدا بشه میگفت شما بهش تهمت زدین.
با اینکه بیگناه بوده. بچه های بسیج بی سیم به دست و نخلسون دیده بودنش، داشته عربی حرف میزده، راه و چاه نفوذ بهشون نشون میداده. به عراقی ها اگه گرفته بودنش حکمش حتما اعدام بود، همین که نکشتمش. باورم نمیشه بابا، چطور ممکنه؟ اون از اول پی زندگی بهتر بود به هر قیمتی. ببخشید بابا، ولی یه جوری حرف میزد آدم واقعا فکر میکرد که بیگناهه. کدوم مجرمی گناهشو گردن میگیره؟ یونسم مثل بقیه. خب پس چرا برگشته؟ برگشته دنبال مقصر میگرده تا تمام نکبت زندگیشو بندازه گردن یکی دیگه. ببینم آدرسی شماره‌ای بهت نداد؟ نه بابا، پریشون بود. خودش هم میگفت نمیدونه چرا اومده سراغ من. اومد در خونه ولی تحویلش ندادم، چون آدمی که حتی نتونه با اسم واقعیش زندگی بکنه تموم شده است، مرده است. ولی حالا که دنبال شر میگرده پیداش میکنم و تحویلش میدم. اگه واقعا دنبال اثبات بیگناهیشه بره تو دادگاه ثابت کنه. بابا چطور میتونه ثابت کنه بیگناهه؟ ببین حسنا، دلم نمیخواد که دیگه درباره یونس صحبت کنی، دلم هم نمیخواد که با خود یونس صحبت کنی. اگه باز اومد چی؟ اگه رفت سراغ مامان حسین چی؟ نه، مطمئن باش که پیداش نمیشه، یعنی نمیذارم پیداش بشه. سلام. سلام لیلا، خوبی؟ آره بچه ها خوبن، خیلی خوبن. چه اسم اون دوتا تفلک رو آوردم؟ چرا حرف میذاری تو دهنم؟ من جواب فون بعدی حالت اصلی ترین سوالت رو دادم. همیشه ازت یه قدم جلوترم. ببین مگه تو نمیگفتی که اینا میرن من و توی میمونیم برای دل هم دیگه؟ چی شد؟ نکنه یادت رفته؟ معلومه که یادم نرفته، مخصوصا چیزایی که مربوط به شما خانم عزیز میشه. سر به سر من نذار. چطوری؟ چه خبر؟ سلامتی، خبر خیر، خوبم. بچه ها چطورن؟ ریحانه، رزوانه، خوبن؟ من میدونستم داری برای چی زنگ میزنی دیگه. بیا باشون حرف بزن. ریحانه، رزوانه، مامان بیا با بابا صحبت کن. بابایی
بابا جونی صحبت کن دیگه. سلام دخترای بابا، رزوانه، ریحانه. الهی قربونتون بشم، دخترای ناز من چطورن؟ ریحانه، رزوانه، شما چرا حرف نمیزنی؟ ببینم شما باباتونو بیشتر دوست دارید یا مادرتونو؟ چه سوالی، معلومه که باباتونو بیشتر دوست دارید. بگو بابا، بگو بابا. ببین من که میدونم کی داره حرفای منو گوش میکنه، خوبم میدونم. تو خسته نمیشی؟ تا صبح میخواستی قربون صدقهشون بری؟ من اصلا دلم نیومد بهت بگم اینا خوابن. استراقسم؟ خیلی خوب، خودت نخواستی ها؟ چیو؟ هیچی، میخواستم یه چیزی بگم، کلن منصرف شدم. مشتبا اذیت نکن، دوست نشد. چیو نمیخواستم؟ حیف اینجا هوا خیلی سرد شده، ولی تو صبح سر به سرت میذاشم. فقط قول بده پرو نشی. قول بلا. خیلی دلم هوا تو کرده. باور کن اگه 100 بار دیگم به دنیا بیام دوست دارم عاشق تو باشم. یه جوری حرف میزنی انگار من یه راه دیگه ای رو میرفتم. مشتبا جان مشتبا، دلتنگی اگه یه قطره بود، دلتنگ من تا حالا دنیا رو غرق کرد. مشتبا جان مشتبا، خیلی به موقع زنگ زدی، یعنی تو همیشه به موقع زنگ زدی. داشتم خفه میشدم تو خونه، گفتم بیام یه حال و هوایی عوض کنم، ولی وقتی دل تنگه خیابون و پارک و آدم هم دیگه کاری از دستشون بر. جان مشتبا، لیلا جان، میشه اون شعری که اون شب برام فرستادی و بخونی؟ بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم اون عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. داره نمیری؟ چرا بابا، دارم میرم. اسماعیل یه دقیقه واسه. اسماعیل یه دقیقه واسه، بیا باهات کار دارم، یه دقیقه باهات حرف میخوام. خیره، بازم زهره و مسعود دعوا شده. نه بابا، دعوا کدومه، باهات کار دارم، کار خیره. بیا بشین، بشین. بفرم. خب بفرمایید امر خیرتون. راستش اسماعیل جانم، فاطمه خواستگار داره. خب این ذوق کردن نداره که، دختره به این خوبی بایدم خواستگار داشته باشه. موضوع اینجاست که خودش هم پسندیده. بس بگو حالا کجا دیده که پسندیده. خوبه تو هم، تو دخترتو نمیشناسی؟ بابا تصادفی با هم آشنا شدن. من دخترم رو خیلی خوب میشناسم، ولی طرف رو نمیشناسم. کجا هم دیگر دیدن؟ راستش اسماعیل جانم، خانم ایرج به رحمت خدا رفت. ایرج؟ بابا خدا رحمتش کنه. کی؟ چند روز پیش. خدا رحمتش کنه. تو از کجا میبینی؟ فاطمه گفت. حالا موندم وسط این بحث خواستگاری،
ایراد چه ربط داره؟ خب آخه ربط داره. ما بهت نگفتیم این اواخر ایرج همش مزاحم فاطمه میشد. من نمیفهمم تو این خونه من چی کارم؟ باید همه چی رو هم من قایم کنن؟ دخترم مراعات حالتو کرد، گفت به بابا نگو. شما مغلتو دادی دست بچه. بچه کدوم اسماعیل جان؟ تو هیروویری مریضیت بود. خب این پنهون کاری ها درست نیست حمیده خانم. حالا میذاری اصل حرفمو بزنم یا نه؟ حالا اون از جون فاطمه چی میخواست؟ هیچی بابا، هی میگفت بیا برگرد سر زندگیت. اون که وضع عصبی درست درمونی نداشت که. آخه تو که نمیدونه اسماعیل، ایرج داشته با ماشینش میزده به فاطمه که خودش تصادف کرده مرده. یا حسین، یا حسین، میبینی ندونم کاریاتو. اگه بلای سر فاطمه میامد چی؟ بابا ناسلامتی من باباشم، نباید بدونم. مثلا میخواستی چی کارش کنی؟ بابا آقا ابراهیم بارها اینو کشونده تا کلانتری، ولی این آدم نشد که نشد. یعنی ابراهیم هم از این قضیه خبر داشت؟ واقعا که این همه خبر رو من میخبر؟ اسماعیل جان، ما همه مراعات حال تو رو کردیم. اینقدر حالت نکن. یعنی اینجوری میگی؟ یعنی یه دست من تو دست اسرائیله؟ حمیده باید به من خبر میدادی. اوه الحمدلله که همه چی به خیر گذشت. میدونی این جوون همونیه که جون فاطمه ما رو نجات داد؟ تفلک داشته تو خیابون راه میرفته، دیده ماشین ایرج به سرعت داره میاد به طرف فاطمه، اینم هولش دادیه کناری. چون فاطمه رو نجات داده، ما باید بهش دختر بدیم. من نمیدونم این آدم کیه، چیه، چی کار است؟ آقای اسماعیل، خواستگاری برای همینه دیگه. اسم و رسمشو بگو، بفرستم تحقیق. همینجوری که نمیشه یه نفر تو خونه راه داد. ای بابا، اسمش روشه، خواستگار. بابا خوب بود که هیچ نبودم که میگیم آقا شما رو به خیر ما رو به بابا. اجازه میدین من خودم دربارش بهتون بگم؟ بله بفرمید. اسمش جلال محمودیه. خب این جلال محمودی کیه؟ چی کار است؟ توی غذاخوری کار میکنه. دانشجو بود ولی براش یه اتفاقی میفته، مجبور میشه درسشو ول کنه. ولی من بهش گفتم که برای ازدواج با من باید ادامه تحصیل بده. تو که معلومه شما همه حرفاتونو زدین. نه، وقتی از من خواستگاری کرد خودشو برام معرفی کرد. منم گفتم که برام خیلی مهمه تحصیلاتشو ادامه بده. فقط یه چیزی هست که میخوام بهتون بگم، اگه میشه قضاوت نکنی. نه بابا، ندیده و نشناختی چی رو باید قضاوت کنه؟ چند سال پیش یکی به باباش توهین میکنه، مجبور میشه درگیر شه. جوون خانواده دوست و با غیرتیه والا. خلاصه میفته تو دردسر. عیبی نداره مادر جون، دردسر زندگی همیشه هست. یه چند وقت میره زندان. وای خاک بر سرم، تو چرا زودتر اینو نگفتی؟ نه مامان جان، خواستگاری بی خواستگاری. به خاطر همین بهتون نگفتم، برای آدم خلافکاری نیستش، فقط یه اتفاق بوده. دخترم اتفاق یا هر چی. فاطمه جان، از چاله میخوای بیفتی تو چا؟ نه مامان جان، همینه که گفتم، دیگه حرفشو نزن. مامان، ای میگه مامان، ای وای قاطی بودن این رج بستمون نبود، حالا نوبت این شد. این چه طرز حرف زدنه؟ شما که گفتین قضاوت نمی کنی. بابا شما نمیخواین چیزی بگی؟ بالاخره زهر خودشونه. یه کلام میگفتی نه و خلاص. اون وقت فاطمه نمیگفت؟ چطور ندیده و نشناخته میگی نه؟ خب یه بهانه میآوری ردش میکردی بره. چرا متوجه نیستی ابراهیم؟ فاطمه راضیه به این ازدواج، بعد از اون همه بدبختی که از دست ایرج کشیده، اون همه مصیبت. تو اصلا از پس اون دخترت بر نمیای. نگه تو از پس پسرت بر اومدی؟ چقدر بهت گفتم ابراهیم، اینقدر این جلال رو جری نکن، دستشو بگیر، با خودت ببر تو خونواده، حقیقتو بگو. میدونی واسه چی اومده سراغ فاطمه؟ واسه این که به تو ثابت کنه
که تو نمیتونی بگی اون جزامیه و از اطراف خودت برونیش. بیچاره فاطمه، بیچاره دختر من. اون فقط میخواست نفس منو بگیره که گرفت. پس فاطمه چی؟ فکر کردی به حال و روزش؟ اون دختر تازه داشت آروم میشد. میدونی اگه بفهمه جلال براش نقش بازی کرده چه حالی میشه؟ بذار بیاد خواستگاری، بعد یه بهانه بیار و ردش کن بره. اون دهن وا نمیکنه که بگه کیه و چیه، وگرنه که این بازی ها رو را نمینداخت. اگه دهن باز کرد چی؟ تو از کجا مطمئنی؟ من مطمئن نیستم، راه دیگه ای ندارم. اینطوری اقلا یه کرسوی هستش که دهن وا نکنه، حرفی نزنه. اینجوری که داری منم میکشی تو بازی مرد حسابی. من بازی رو شروع نکردم. هر کی که شروع کرد تو تمش کن. الان دیگه اصلا نمیشه. بگم یه بچه دارم، اونم افخرج، همه به خونش تشنه میشه، دیگه سهمی از اون باغ بهش نمیدن. نمیخوای تمومش کنی؟ هر بلایی سر من آوردی، هیچی بهت نگفتم. به خانوادم فشار آوردی، اصلا به طرفی نزدم. از جون این دختر چی میخوای؟ مگه تو وجدان نداری؟ اصلا حرف وجدان و مردونگی نزن آقا ابراهیم، اصلا بهت نمیام. چی از جون این دختر میخوای؟ اصلا این دختر چه ربطی به خانواده من داره؟ از نظر تو که هیچ از ربطی به خانواده نداره، حتی اگه پسرت باشه. تمومش کن جلال، پاتو از زندگی این دختر بکش بیرون. وگرنه چی؟ بگو خب، وگرنه چی؟ میخواستی منو به هم بریزی که ریختی. به فاطمه زنگ بزن، بهش بگو موضوع منصفیه، همین. آقا ابراهیم، عقد دخترم و پسرم مایی تو آسمونا بستم، خود که نه بری، ولی نمیرفتی خواهرشی بگیری برای پسرت که؟ دیدم رفتی خواستگاری، تهش چی؟ میخوای با خانواده ای وسط کنی که ازش متنفری؟ اگه به ما بود که همین خونی هم که تو رگامه در آورده بودم که خونتو نباشه، وقت بیام با تیر و طایفت وسط کنم؟ ها چیه؟ گیر افتادی آقا ابراهیم، نه؟ دیگه حرف وجدان نزن. میگم یه رای دیگه هم هست، اینکه با ما بیای خواستگاری. ها بشینی تو خواستگاری، منم مثل شازده ها خواستگاری کنم، تو هم هیچی نگی، لام تا کام. میدونی چی میخوام؟ میخوام بفهمی چقدر سخته وقتی یه آدم حقیقتو کتمان میکنه. اینجوری یکم بی‌حساب میشی. گیرم منم قبول کنم بیام خواستگاری. اسماعیل زیر بار نمیره، اون تو رو میشناسه. بدونه صداش در نمیاد چون دست تو رو میشه. من اگر بیام از کجا اطمینان داشته باشم که تو دهن وا نمی کنی؟ مجبوری بهم اطمینان کنی آقا ابراهیم. خلاص. اینجوری همه چی تنظیمه.
مرزای ما فقط جغرافیا نبود، تاریخی و اعتقادی هم بود. مرزای سرشار از حوادث تلخ و شیرین. تلخ برای اسمای بزرگی که از دست دادیم، شیرین برای آرامش و امنیتی که به دست آوردیم. در این مرزهای پر فراز و نشیب رد پای شهدایی باقی مونده بود که رفتن هر کدوم قلب ایرانو به درد آورده بود. آخرش هم قرار بود مثل یه طوفان سهمگین منو از همه اون چه داشتم و نداشتم جدا کنه. طوفان سهمگین زندگی من مشتبه بودم. کاش هرگز با رفتن مشتبه به مرز موافقت نمی کردم. این آخرین دقایق زندگی مشتبه بود. هنوز نمیدونستم موقعیت بین ایستگاه های 3 و 5 با زندگی ریحانه و رزوانه چه خواهد کرد. ریحانه و رزوانه باید از نعمت پدر محروم می شدن تا بچه های دیگه می تونستن تو آرامش و امنیت کنار پدر و مادرشون باشن. مرزها امن بود و همه جا آرام. آرامش من ولی گرفتار طوفانی شد که معلوم نبود تا کجا منو با خودش میبره. بابا، بابا، دارم میچرخم. چند نفره؟ 6-7 نفره. موتورت کن با گشتم اون پشت بسکابه اون زایید. نه بابا، گشتشونو میزنن و میرن. بابا یه زنگ بزن بگون پاسدارا تو منطقه نیان. هول کردی؟ اینطوری که باید تا آخر شب توی خراب شده بمونی. حول چی؟ این یارو همونی که ایستگاه رصد اینجا را اندازی کرده. تمام اینجا را مثل کف دستش میشناسه. اگه گیرم بیفته زنده زنده خاکش میکنم. ببین چه نکبتی به زندگی ما زده. میدونم باش چیکار بکنم. آخه باید محل قرار ما اینجا باشه، تو این بیابون، تو این خرابه. دوربین کو؟ اینجا دقیقا همون محدوده ایه که باید دستگاه رصد رو فعال کنیم. کلا اینجا نقطه کور بین رادارهای 3 و 5. دقیقا تو همین مدتی که اینجا بودیم متوجه این موضوع شدیم. بیشتر تردد اشرار تو همین محدوده است. اینجا هم مسیر خوبی برای ورودشون، هم برای فرارشون. خب این که یه موضوع مشخصه. چرا تا حالا یه فکری براش نکردن؟ برای اینکه زمینای اینجا هم خیلی وسیعه، هم ناهموار. مراقبت از فضاهای هموار خیلی خیلی ساده تره. به هر حال اینجا محل خوبیه برای قدرت مانور اشرار. به هر حال باید یه فکری براش میشده. فکرش که شده، ولی این پسی بلندی ها پناهگاهی خودش واسه اشرار. 10-12 سال پیش که اینجا خیلی ناامن بود، الان خیلی بهتر شده. ضمن ما منتظر بودیم که شماها برسین و دست به کار بشین تا خطر و ناامنی رو برسونید به صفر. فقط خود زمان بره سردار، با توجه به پسی بلندی منطقه فقط خود زمانش بیشتر. اینجا نقطه کور بین ایستگاه های 3 و 5 بود. نمازمو باید میخوندم تو حال و هوای بیابون. توی نقطه صفر مرزی هیچ وقت فکر نمیکردم آخرین نماز مشتبه کنار من و پشت سر من اقامه بشه. حسرتی که تا ابد توی دلم موند. حسرت این که
بذاره حتی یک بار پشت سرش نماز بخونم. آخرین لحظه های دیدار من و مشتبه به نماز گذشت. نمازی که شیرین ترین و دردناکترین نماز عمرم بود. آقا بری تو ماشین شما ببرین شو ماشین اسلحتو بنداز گفتم بندازش
فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. استراق سم برام مهمه ببینم به خدا چی میگی، یعنی ازش چی میخوای. هیچ. برای هیچی انقدر دلبری میکنی؟ اگه برای چیزی باشه که دیگه ارزشی نداره. داره. یه چیزی بگم مشتبه. یو پرو نمیشی؟ قول میدم پرو نش. قوله تو قوله، همیشه قول میده. بگو. خوش به حالت، انقدر خوبی، بهت حسودی میشه. همین. حالا یه چیزی بگم تو پر رو بشی. خوش به حال تو که انقدر خوبی، بار اصلی این زندگی رو تو به دوش کشیدی. بودنم یه جور، نبودنم یه جور دیگه. نبودنم مگه نیستی؟ اصلا کجایی که نیستی مشتبه؟ هستم، ولی دیگه مثل قبل نیستم. قرار ما این نبود. خیلی بی‌معرفتی. خیلی. حق با توه. تو درست میگی. من تسلیمم. چه فایده داره؟ حق با من باشه. تو تسلیم باشی. وقتی که نیستی. لینا جان. جانم. چرا سیاه پوشیدی؟ سیاه بر توه. شهید شدی. برای من؟ منی من که زندم. برو سیاه تو در بیار. برو نیم. مشتبه من هیچ وقت فکر نمی کردم که نبودنت بتونه اینقدر منو به تو نزدیک کنه. رفتن مشتبه مثل یه رود همه ی غصه همون با خودش برد. فقط یه غصه موند،
قصه ریحانه و رزوانه. زندگی بعد از مشتبا زندگی سختی بود. این اولین باری نبود که یکی از عزیزترین آدمای زندگیم جلوی چشمم شهید میشد. این بار اما حکایت دیگری بود. اونی که دنبالشی همینه، سردار مبشر. مطمئنی اسمش همینه؟ ما تا مطمئن نباشیم حرفی نمیزنیم آقا فیض. بچه رو خودتون تا حالا نفرستدین سراغش؟ یه تشکیلات و فدایی یه آدم نمی کنن. برنامه های ما بیشتر از اونه که جمعش کنیم زیر سایه یه آدم. تو انگیزه های شخصی تو داری، گیرم بیافتی چیزی لو نمیره. داری انتقام پدر و برادراتو میگیری، ردی هم از ما نداری. منم امشب میرم اون بر مرز، ولی مراقبت هستیم. ولی من دستان بهش برسه رصدش نمی کنم، تیکه تیکش میکنم. اگه بکشیش میشه شهید. برای اون دردش یه لحظه است، افتخارش یه عمره، برای خودش و خانوادهش. ولی اگه کاری که ما بهت گفتیم بکنی، قدم به قدم نابودش میکنیم. اینجوری انگار هزار بار انتقام پدر و برادراتو گرفتی، نه یه بار. نه فقط انتقام خودتو، انتقام خیلی یارو. اون خیلی یارو چزونده. این افتخار نصیب هر کس نمیشه، ولی مدال نابودیش گردن تو آویزون میشه. بلیط، نشونی، پول. فقط با این خط تماس میگیری. شماره تو گوشیه. اگه فقط یه قدم خلاف خواسته ما برداری، خودت و بقیه خانوادت کشته میشی. قبول؟ قبول. علی بفهمید. سلام، با زحمت های ما.
خیلی ممنون. نه 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 بازم ممنون، زحمت کشیدی. هنوز دو روز نشده شاکیه، حالا نقنق فیض به کنار، واقعا از این پاییدنا چیزی نصیبمون میشه؟ قرار نیست کار فیض چیزی نصیبمون بشه، فقط میخوایم سرش جمع بشه تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم. فعلا مرده سردار چیزی آیدمون نمیشه. اگه فیض بیتاب شد و کارو تموم کرد چی؟ نمیتونه، به پا داره. گفت میایی تو خواستگاری حرفم نمیزنی، دمم نمیزنی. گفتم باش. میگفت میخوام ببینم این کتمان حقیقت چه لذتی داره. گفتم باش. به خودم گفتم میاد میشینه چهار تا کلمه حرف میزنه بعدم پا میشه میره، شرشم کنده میشه دیگه. یعنی چی؟ این همه نمایش، این همه دروغ باید بذاره بره؟ مشکل خود شما هستی برادر من، تو رو خدا پای دختر منو وسط نکش. انقدر که به فکر خانوادت هستی یه ذرم به فکر زن و بچه من باش. خب گفتم میاد نمیشنه بابا میره دیگه. این فاطمه هم از صرافت این مرد و این ازدواج و این حرف رو میفته. همین شما نمیخواد فکر این چیزا باشی. من خودم دلیل کافی برای جواب رد دارم. حبسش. اینا که فاطمه هم میدونه. خب میاد میگه میخوام بیام خواستگاری، اون وقت چی؟ تو رو خدا برادر من اینقدر قیقاج نرو. چرا نمیخوای بگی جلال پسرته؟ جلال پسرته. آخه اگر بگم این فاطمه نمیگه رو دست خورده، بازی خورده؟ آخه تو چرا این حرفا رو میزنی؟ تو که تو زندگی من بودی میدونی من چه بدبختی دارم میکشم. اون از الهه، اون از ناصر، اون از آرش، اون از من. تا حالا به زن و بچه‌م دروغ نگفتم. از این به بعدم نمیگم، یعنی از پسش برمیگم. اگرم از پسش برمیام برمیگم بازم نمیگم. اصلا تو به یه آدمی مثل جلال دختر بده هستی؟ جلال پسر بده نیست. نمیدونم، شاید. با اینکه حبس کشیده؟ کسی که حبس میکشه زندان میره دیگه نباید زندگی کنه؟ با این خودت حبس نکشیدی؟ حبس من به ناحق. خب حبس جلالم به ناحق بوده. به زبونم نمیاد به فاطمه بگم فقط به خاطر حبسش میخوام جوابش کنم. چی دهناش نوا میکنم میگه خانوادم خانوادم. انگار ما از زیر بوته عمل اومدیم. همین تو یه هو ببینو تو جایی که یه آبی بریزی رو آتیشه ای هی بدتر دمش میدی. یه آتیش با صد تا دریام خاموش نمیشه. تو حال محبوب نمیبینی؟ خود دستش بگی برو پی زندگی عزیزو. تو فکر محبوبی یا فکر خودت؟ ای آسم بعد گفتمت تو که پی چیا بودی زن گرفتنت برای چی بود؟ کن بابا زن گرفته وبا که نگرفته. خواه شیری میزنی بعدم شیری میزنی. ببین با حرفی تو چا نرو. جابه زالا میگم وقتی گفتم شیری میزنه تا آخرش بخون. شیری میزنه، شیری میزنه. الو سلام فاطمه خانم. من با آدم صحبت کردم. خب که با خدمت برسه میشه؟ فعلا که هیچ وقت.
برای چی؟ وقتی ماجرای حبستون رو گفتم. حبس؟ شما کیشین؟ از حوری خانم. البته بعد شما خودتون میگفتین که نگفتین. ما که اول نمیتونستم نام اعمالمون رو بریزم بیرون که مامان گفت که ما تقصیر نداشتیم. گفتن بی تقصیری، وگرنه من که خودم هم موافقت نمی کردم، چه برسه به خانواده. الو آقا جلال. فاطمه خانم شما راست میگین، ما باید خودم واقعیت رو بهتون بگم مثلا کیام چیام. راستش اونقدام که شما فکر میکنی ما غریبه نیستیم. من امشب دوباره با بابام حرف میزنم. اگه جوابش منفی بود که من نمیگی گفتن نه. نه هنوز جوابی ندادن. یعنی وقتی من مطرح کردم گذاشتم رفتم. حالا امشب باشون حرف میزنم. اگه نذاشتن بیاین خواستگاری که هیچ. وگرنه بهتون خبر میدم. ببخشید شما داشتین یه چیزی از خودتون میگفتین من پریدم وسط حرفتون. میشه خواهش کنم ادامه بدید؟ ها هیچی اپال مقدام مهم نیست اصلا. حالا بعدم وقت زیاده بهتون میگم. باش فعلا خداحافظ. خداحافظ. وقت قبلی داشتین؟ مگه مطلب دکتر خانم؟ اجازه بدین باهاشون هماهنگ کنم. ببخشید یه آقای به اسم آقای خاکپور تشریف آوردن، میخواد شما رو ببینن. آقای شابری؟ بله مرسی. بفرمایید داخل. فقط ایشون یکم مریض احوال هستن، تازه از دکتر اومدن. اگه میشه یکم خلاصش کن. چشم. سعید چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ لغو تو بود. رفتنم پیش پدرت کاملا بیفایده بود. کاش حرفت گوش کرده بودم. میدونستم. آره میدونستی. فقط یه چیزی رو نمیدونستی. چیو؟ قبول کردن. دروغ نگو. باور کن راست میگم. قبول کرد. چونه من؟ آره. آقا چطور ممکنه؟ شما توانایی منو دست کم گرفتی. پدرت گفت همیشه آرزوم بودی دامادی مثل تو داشتم. گفت راستش فکر میکردم آوا لیاقت تو رو نداره. صبر کردم تا به اون لیاقت برسه بعد. خب چطور رضایت داد؟ خیلی حرف زدم. بنده خدا همه حرفام هم گوش کرد. انقدر سکوت کرده بود که فکر کردم تای حرفام با لگد پرتم میکنه از اتاق بیرون. آخرش گفت آوا یه روز اومد پیشم بهم گفت میخوام برم رعنا رو پیدا کنم. فکر کردم چند روز میگرده بعدم بیخیال میشه. اما اون اونقدر گشت تا آخر رعنا رو پیدا کرد. کاری که به نظرم کاملا بیفایده میمد. گفت اینو فهمیده که آوا دیگه اون دختر دانشجوی احساساتی و خام نیست. گفتم یعنی موافقی؟ گفت نه. نظر من همونیه که گفتم. ولی به تصمیم دخترم احترام میذارم. حتی اگه برخلاف میلم باشه. خدا رو شکر. باورم نمیشه تموم شد. منم باورم نمیشه. خدا رو شکر. کجا؟ میرم میوه بخرم. نمیخواد میوه خریدم. لازم میشه. وایسا منصور. وایسا. بله چی؟
میگم میوه خریدم جا نداری. عزیز من میوه رو برای یخچال که نمیخوام، برای رومیز میخوام. دارم میان دیدن آرش. بیمارستان اومدن دیدنش دیگه. بذار آرش راحت باشه. خب اونا میخوام بیا ببیننش. بهشون میگم نیایی؟ چطور مریم میگه نیای خونمون؟ الهه حالش خوب نیست. اون نظر مریمه، نظر من که نیست. اونا فکر راحتی بچه‌شونن. ببین ماروخ، آرش باید با مشکلش کنار بیاد، وگرنه نمیشه از کنج خونه جمعش کرد. این کنار اومدن زمان میبره، باید بهش فرصت بدی. نه، انزوا فرصت نیست. بذار داد بزنه، گریه کنه، عزای خودش رو بگیره، ولی زودتر از شرش خلاص بشه. هرچه زودتر بهتر. ولی من فکر میکنم که... نه، تو هیچ فکر لازم نیست بکنی. نه دیگه، الان من باید فکر کنم، نه تو. ما باید با واقعیت روبرو بشیم، همین. اگه ما بذاریم به این لنگ زدنش عادت کنه، هیچ وقت تلاش نمیکنه که خوب بشه. ببین ماروخ، آرش ممکنه پاش خوب بشه، ممکنه از هیچ وقت خوب نشه. ما نمیتونیم زندگیشو موکول کنیم به اون روز. اون باید زندگی کنه، ما باید به زندگیش فکر کنیم. دیگه بحث عکاسی و مهندسی هم نیست. دیگه این نیست که تو به مشرق بکشونیش، من تو مغرب. اینا دیگه فایده نداره. اون باید با زندگیش روبرو بشه، میفهمی؟ باید کمی فکر کن. برو تو ماشین، الان میام. بفرمی. خیلی عجیبه بابا، شما همیشه گلدوزون میگیرین برای آدمایی که تو زندانن، کسایی که نمیشناسینشون. میخواین آزاد چند برگردن سر خونه زندگیشون. خودتون همیشه میگین اونا خلافکار نیستن، گرفتار بودن افتادن زندان. حالا به یکی از همونا که بیگناه افتاده زندان نمیخواین فرصت بدین. نمیدونم، شاید هم به اون گلریزونتون اعتقادی ندارین، یا شاید فکر میکنین اونا هم خلافکارن. بسته دیگه فاطمه جان، حال روز بابا تو نمیبینی مادر؟ تو میگه غریبه است، خوب نمیشناسیش، وقتی اینجوری داری سنگشو به سینه میزنی. بحث حق و ناحقه، چیزی که بابا از بچگی خواسته ما یاد بگیری. من فکر میکنم اون حق داره بیاد خواستگاری، حتی شما اگه بعد از خواستگاری جوابتون منفی باشه. خودت میگی پیک موتوریه، درسشو نصفه گذاشته، زندگی به سامونی هم که نداره. آخه این در شأن توه؟ یعنی شما فکر میکنی آدمی که به خاطر جون یه نفر دیگه حاضره خودشو به خطر بندازه، ارزشش از یه آدم پولدار یا درس خونده کمتره؟ میدونی مامان جان، تو چشمت از ایرش ترسیده که هم تحصیلات داشته هم پول. حالا خیال میکنی که هر که عکس اون باشه آدم خوبی. بگو پنجشنبه شب بیاد. ممنون. فقط اگه اومد بعد از دیدن و شناختنش نظرم عوض نشد، از من نرنجی ها. چشم. اسماعیل، تو چرا خام حرفا این شدی، نظرتو عوض کردی؟ من نظرم عوض نشده. نه، فاطمه راست میگه، اون آدم حق داره بیاد خواسته باری. خب این کم چیزیه؟ خونه عروس عروسیه، خونه داماد هیچ خبری نیست. حالا بابای اون رضایت داده، آقای تو چی؟ خب عزیز خانم عزیز، قربونت برم، من برای همین رسیدم خدمتتون دیگه. دست شما رو میبوسه. تو خیال میکنی آقا جونت آقا جون سابقه؟ حرفی یوم میارم نمیشه بایست. بعدم از کجا میدونی که من نظرم عوض شده؟ حواسم بود تو بیمارستان زل زده بودید به آوا.
برو ببینم. آوا رو رو سر من آوار نکن. حالا سب کن ببینم چی کار میکنم. فقط ببین فرد شب یکم زودتر بیا این آشو تخس کنیم بین در و همسایه. آخه نظریه برای عروسی من نسک کرده بودید؟ برای سلامتی آرش و الهه نسر کردم. قبول باشه عزیز. قبول حق باشه. میگم قربونت برم. پس با آقا جون حرف میزنید که آخه آقا جونت باشه ببینم چی کار میکنم. قربونت برم. آقا جون چرا در میری باز؟ سلام آقا جون. سلام آقا ابراهیم. بیا بیا بشین برم یه گلگاب زبون درست درمون برات دم کنم بخوری خستگی در بره. اگر گلگاف زبونه بدون زبون داری بردار بیار. اصلا مسئله حرف و حدیث ندارم. خب اصلا چایی هم بهت نمیدم. تخلاق سلام داداش. الو سلام داداش. پنجشنبه شب بیا خونم. جلال میاد. دست درد نکنه اسماعیل. حق برادری رو خوب ادا کردی. نه. دهنی رو گردنت ندارم. این کارو برای تو نکردم. نخواستم حق و ناحق کنم. یعنی چی؟ یعنی حق و جلال. برایشون همه خوی. به همه حق میدم، به هیچ که حق نمیدم. اصلا موندم من کیم که به این حق بدم، به اون حق ندم. بلشونم. بلش کن. الخیر و فی ما بقا. خدا حافظ. بله میدونم علی افتاد مشکل. و آیا میشود به رشد ملی به عنوان یک هدف، به عنوان یک برنامه بله نگاه کرد؟ اما من فروشندم. نخبگانی روی گردان بود. چون خریدار باشه شناخت و تحلیلی نداشت. نه دیگه بیاد پای قرار داد. سوال بسیار عالی است. خواهش می‌کنم که تمام اینا فرع عزیز من و کشور ما بیشتر. گوش بده. اقتصاد مقاومتی. نه پای قرار داد این حرفاش هم می‌زنیم باش. ایجاد شده. شما خوب بفروش پورسانت خوبم بهت میدم. درس 1900 الان گیر. بله آرمانه. بله گوشی خدافظ شما. میگه آرمانه. اینجا اومده برای چی؟ نمیدونم. ناصر نرو. میگم برو تو حرفش بکن بیا تو. دست گل دستشه. الهه بیاد ببینه جوش میاره. همی که میگم در باز بکن بیا تو بشینن حرفاشون با هم بزنن. با پیغام پس خواهم که چیز درست نمیشه که. برو. بفرمید آقا. بودو مامان تلویزیون خاموش کن. اینجا رو جمع جورش بکن ببینم. برای چی اومده؟ سلام. سلام. حال شما. خیلی خوش اومدید. ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. ما راهی. بفرمایید شما. دست شما درد نکنه. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام آقا ناصر. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید.
آقا آرمان بفرمایید، چایتون سرد شد. بله چشم. ببخش من دیگه خدمتتون رسیدم برای عیادت. من از ماجرا تله نداشتم. مامان بابا خوبن؟ بله. سلام دارم خدمتتون. چوی احوالتون هست؟ سلام. برای چی اومدی؟ برای احوال پرسی. میبینی که خوبم. الهی مامان بشین. شما بهش گفتی من مریضم؟ نه نه من گفتم. اینم که اون عکس عروسی الکی بود و من گفتم. کی بهت گفت همچین حرفی بزنی؟ مریضی من چه ربطی به دیگرون داره؟ دیگرون؟ دست شما درد نکنه. الهی مامان این چه طرز حرف زدنه؟ طرزش مهم نیست، مهم حرفمه. حرفت چیه؟ حرفم اینه، من نمیخوام ازدواج کنم، نه با تو نه با هیچ کس دیگه. ببخشید آقا ناصر، اگه یه چند لحظه اجازه بدید با الهی خانم تنها صحبت کنم. فکر کنم حقم باشه بدونم چرا. چه حقی؟ اگه اینطور باشه که پس منم حق دارم واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم. ما میخواستیم ازدواج کنیم ولی من الان دیگه نمیخوام. مگه چیزی عوض شده؟ مگه من خبطی کردم؟ از همین بدم میاد. همه تو میخواین که جور رفتار کنی که انگار من مریض نیستم، که چیزی عوض نشده. اما شده. من MS دارم. میتونی MS چیه؟ یعنی شاید دو روز دیگه حتی نتونم از جام باشم. خب اگه اینجور باشه که منم برم تو خیابون ممکنه یه ماشینی موتوری به این بزنی، حتی اصلا بخورم زمین دیگه نتونم از جام بلند شم. یعنی اون موقع بعد زنم ازم جدا شه؟ اون به شما زنتون مربوطه. شمشیر از رو بستی؟ آدم ها هزار جور عیب و ایراد دارن. من تو این مدت که تنها بودم خیلی فکر کردم. اصلا خودتو مگه با عیب و ایرادای من کنار نیومدی؟ از مریضی من یه عیبه. اصلا موضوع صحبت من این نیست. من میخوام بدونم چرا از من فرار میکنی. فکر نکنم چیزی عوض شده باشه. شده؟ الان اینو میگی؟ ولی دو روز دیگه که مریضیم سخت‌تر شد برات میشه یه بدبختی. تحمل نمیکنی. حتی شاید نتونم مادر شم. پس امیدت کو؟ چرا فکر میکنم بعد کار با اونجا بکشه؟ این همه آدم دارن با این مریضی زندگی میکنن و کنار اومدن، تازه اصلا اونی بشه که تو میگی؟ چرا نتونی مادر شی؟
آقای بیاتی. سلام. سلام. یه آقای اومده بودن باهاتون کار داشتن، تشریف نداشتید. یه آقایی؟ اسمش چی بود؟ براتون یادداشت گذاشتم، اسمشون نوشتم، اجازه بدید. آقای عباس مبشر. دفعه بعد که ببینم تحویلت میدم، نه به خاطر خودم یا خانوادمو، به خاطر همه اون آدمو. یعنی چی؟ یعنی که منو پیدا کردی؟ من که زودتر تو رو پیدا کردم. فکر کردی ازت میترسم؟ من که خودم اومدم سراغت. من حرفی باهات ندارم. هر چی بوده برات نوشتم. عباس، تو فکر میکنی کی هستی؟ کی هستی که بهم فرصت بدی؟ ها؟ فرصت بهم بدی که چی؟ که خودمو گم و گور کنم؟ که تو راحت بری زندگی تو بکنی؟ آره؟ من با کسی درباره تو حرفی نزدم. پا شدی رفتی سراغ دخترم. منم مجبور شدم همه چی رو درباره تو بگم. الانم پیش هر کسی که بری فقط پرونده خودتو باز کردی. ببین یه کاری نکن برم هوار بزنم که برادرم یا میدونی چه بلایی به سرت میارن، به خاک سیاه میشوننت. گناه هر کسی رو پای خودش مینویسن. برو. حالا بهت نشون میدم، اما یادت باشه اینو خودت خواستی. من از چیزی نمیترسم. برو پی کارت. تو همونقدر برادرمی که نخوام ببینمت، که نخوام نگات کنم، که بذارم زنده بمونی. حالا دیگه برو. تو چی فکر میکنی عباس؟ فکر میکنی استغفرالله خدایی؟ فکر میکنی زندگی من دست توه؟ آره؟ به حرفایی که زدی خوب فکر کن، پای حرفاتم بمون، هر کاری هم که میتونی بکن. منم هر کاری دلم خواست میکنم. آره میدونم یونس، از تو هر چیزی برمیاد، از یه بیمرام بیوطن هر چی که بگی برمیاد.